از سمتی که این بایستی با تیم بلاروس پشتی بگیرن اسمشون رو میگیم اینجا آقای حسن رحیمیه، آقای دهنام اکرامپوره، آقای سید احمد محمدیه 70 کیلو، آقای حسن یزدانیه 74 کیلوگرم، آقای بابک رضایی 86 کیلوگرم، آقای علیرضا کریمی 97 کیلوگرم، آقای رضای یزدانی کاپیتان تیممون و در 125 کیلوگرم، آقای هرویز عادی آماده باشن. این آقایون تیم دیگه میتونن حالا فعلا کار نداشته باشن. بچه های کشتی اول هستن، اون دو شک میان یه قرص میزنن، دو میرن یه مدالی نری میزنه بدنشون، چون از دو نیم دیگه حدودا 3 میلیم برای سرم نیم، از دو نیم دیگه باید گرم کنن. بچه های دیگه بیان اون دو شک برای که تو فضا و محیط سر رو بگیرن را برن، چون حدود 1-2 ساعت بعد از مسابقه با بلاروس با ترکیه باید کشتی بگیریم و بچه های دیگه هم درگیر میشن. اولین مسابقه هم بود که با تیم ملی بزرگسالان توی این مسابقات شرکت کردم و در وزن 57 کیلو با آقای رحیمی توی این مسابقات بودیم که حریف ترک هم آقای سزار آکول که دارنده 2 مدال جهانی بود و با تجربه بودند و من هم تجربه اولم بود که با کشتیگیر نامدار و صاحب عنوان داشتم کشتی میگرفتم و کشتی هم تایم اول و 8 جلو بودم ولی متاسفانه نتونستم کشتی رو خوب اداره کنم و کشتی رو با نتیجه 13-10 واگذار. سال دوممه که توی مسابقات شرکت کردم، دیروزم یه کشتی گرفتم اونجا با کشتیگیر بلاروس که گوشه تقریبا خوبی گرفتم، تونستم یه حریفم شکست بدم و خیلی خوشحالم که اومدم توی مسابقه شرکت کردم. میدونی بزرگی برای من که کشتی گرفتم جلوی چش هموطنهای عزیزم که اومدن اینجا از ما حمایت کردم. من چقدر خوشحالم که برای اولین بار میتونم در یک جمعی با هزاران ایرانی باشم و بچه های ما واقعا دارن افتخار می آفرینند.
طوری که میدونید داورای ایران همیشه سرآمد داورای دیگه است، ولی خب به خاطر اینکه ما در فیلا نفوذ نداریم از این مسئله خب داورامون ضربه می‌بینن. ولی خب دو تا سهمیه المپیکی داریم که دو تا سهمیه هم فعلا داریم، ولی از نظر اینکه بعد از آقای خالدی که به عنوان مدرس فیلا بودند و ایشون رفتن کنار بازنشسته شدن، دیگه ما بعد از ایشون کسی رو نتونستیم تو فیلا جایگزین بکنیم متأسفانه. نظر بعضی از کارشناسا رو میگم که میگن ایران نباید دست خودش رو جلوی آذربایجان یا حریفاش رو میکرد، کاری که روسیه کرد برای مسابقات قهرمانی جهان که در شهر لاس وگاس برگزار میشه. نظر شما در این مورد چی؟ ببینید، ما شاید این مسئله باید کارشناسی بشه. ما نمیتونیم بگیم که چون تیم روسیه یه همچین کاری رو کرده ما هم باید چرا از این جنانه میبینیم که تیم امریکا میاد تیم اصلیشو میاره تو مسابقات شرکت، چرا از این جنانه میبینیم که تیم آذربایجان میاد تمام نفرشو ارنج میکنه یه وز پایین تر. ببینید نزدیک مسابقه نزدیک المپیک، سال سهمیه المپیک و کار بزرگی که ما کردیم، شاید 60% تیم ما تیم جوانان ما، یعنی ما الان 4 تا قهرمان جوانان جهان رو توی این تیم اعزام داشتیم. فکر میکنم ما داشته‌های خودمون رو، چه جوان چه پیشکسوتامون چه قهرمانایی که مدال دارن آوردیم، جایی که لازم است از جوانام داریم استفاده می‌کنیم و الحمدلله جوابم داده. پشتوانه‌هایی که ما سالها می‌تونیم از وجود این کشتی‌گیرا برای تیم ملی خودمون بسازیم. خدا رو شکر می‌کنم که تیممون یه بار دیگه اومد فینال مسابقات جام جهانی. انشالله که بچه ها بتونن برای چهارمین بار روی سکوی اول مسابقات جام جهانی بایستن. احساس خوبی دارم دیگه، تیم ما اول شد خدا رو شد بودیم زحمات این چندین ماه آقای خادم رو دوبران کردیم. خیلی خوشحالم که تونستیم باز همونجوری که به شما من قول دادم که جام چهارم هم ایشالیم میگیریم گرفتیم، و خیلی خوشحالم که تقدیم میکنم به ملت عزیزم ایران که گردن ما خیلی حق دارن. ما به نمایندگی از طرف همه ایرانی ها در این مسابقات شرکت کردیم، انجام وظیفه کردیم، امیدواریم که تونسته باشیم یه لبخند به لباشون رو برده بشیم و وظیفه‌مون رو به نفع اصلا انجام داده باشیم. امروز که وارد دوشک شدیم یه عرق خاصی داشتیم، خیلی یه عرق و یه غیرت ایرانی بودن اومدیم رو دوشک که گفتیم باید حتما هر جور شده با هر کمبودی با هر چیزی بوده ما باید اگه دندمون هم شکسته باید این کشتی رو ببریم. با خودمون کنار اومدیم و خدا رو شکر تونستیم ببریم. واقعا کشتی سختی بود، حساس شده بود. نتیجه تیم به کشتی من بستگی داشت، برد و باخت من، و همین کشتی رو حساس کرده بود یه مقدار. و خب خدا رو شاکرم که به هر حال این مردم عزیز کشورم که اومدن تو سالن رو شرمنده نکردیم و تونستیم واسه چهارمین سال پیاپی قهرمان بشیم. انشالله تو مسابقات لاس وگاس هم بتونیم نتیجه خوب بگیریم، هم بتونیم سهمیه کامل المپیک ریو رو بگیریم و هم بتونیم دوباره این قهرمانی رو تو لاس وگاس تکرار کنیم.
Dr. Rasul Kader. He's surprised. He's surprised at him. به لطف خدا حمایتی که مردم عزیزمون میکنن دو سال پی در پی که ایران جام جهانی رو در امریکا فتح میکنه و کاپ رو به کشور عزیزمون میبریم. خیلی خوشحالم از این بابت، چون مردم خوشحالن این افتخار متعلق به همه مردم ایرانه. خیلی با تشکر میکنم از مردم عزیز، ایرانی عزیزی که تشریف آوردن و قهرمانای خودشون رو تشریف کردن. امیدوار هستم که در مسابقات جهانی لاس وگاس که در شهریور ماه انشالله برگزار میشه حضور گرم و صمیمی و حمایت مردم عزیزمون رو مثل رقابت‌های جام جهانی در لس آنجلس داشته باشیم. کار سختی پیش رو دارید در قهرمانی جهان. انتظارها از شما خیلی بالاتر هست برای کسب عنوان قهرمانی، کسب مدال طلا. دوره قبل شما تیم ایران نتونست طلا کسب بکنه، دوم شد با 45 امتیاز، ولی این دوره خیلی بیشتر هست انتظارات. پیش از المپیک هست، کار سختی. برنامه هاتون برای موفقیت تیم و روند روبه رشد این تیم چی هست؟ بله، نکته خوبی رو اشاره کردید. یکی از مهمترین چالش هایی که ما باش مواجه هستیم این که تیم ما تیم جوانیست. این تیم شاید تو شرایط تیم به تیم به دلیل اینکه به لحاظ روانی در شرایط خوبی کادر فنی تیم رو جمع میکنن موفق میشه رقبای با تجربه تر خودش رو از میدون بدر کنه، اما تو شرایط انفرادی یعنی اینکه وضع به وضع کشتی میگیرن کار ما بسیار سخت خواهد بود و همه ما نگران مسابقات جهانی لاس وگاس هستیم. و ولی امیدوارم که با اتکا به انگیزه جوانی و زحماتی که این قهرمانان میکشن بتونیم نتایج بهتری رو از مسابقات ازبکستان که سال 2014 بود کسب کنیم. خب طبیعتاً وقتی که یه جامی رو اون هم جام جهانی رو کشتی ایران کسب میکنن غرور ملیمون بالا میره. خوشحال هستیم و از اینکه در یه مسابقه بزرگ موفق شدیم در مقابل در بین 8 تیم برتر دنیا موفق شدیم قهرمان بشیم بسیار با ارزشه و من هم مثل همه ایرانی‌ها خوشحال هستم. در سالن فروم حضور گسترده ایرانیان رو دیدیم و تشویق سراسری. 5 ماه دیگه رقابت‌های قهرمانی جهان. حرفت با این تماشاگران پرشور کشتی فهم ایرانی چیست؟ خب ببینین، وقتی که وارد شدیم از ابتدای کار از فرودگاه تا روز آخر که این لحظه هست می‌بینیم که در کنار ما بودن، اصلا احساس غربت نکردیم و واقعا محبتشون رو نمیشه با واژه گفت. خیلی با محبت هستن هموطنانمون در امریکا و هیچ گاه ما رو تنها نذاشتن. برای همشون آرزوی موفقیت و سلامت میکنم.